مستخانهای دوست داشتنی فصل دوازدهم قسمت یک تو اتاق در کنار پدرم ایستاده بودم و اونو که خواب بود تماشا می کردم. در طول شب داستان در شهر پیچید و به گوش پلیس هم رسید حالا پلیس درک میکرد، آقای سلمن از فرط اندوه دیوانه شده و به مزرعی زورت رفته تا انتقام بگیره این با اون چه از او می جو در می اومد. تماسای تلفنی سماجت آمیز وسواسی که نسبت به مرد همسایه پیدا کرده و کاراگاه فنرمن که همون روز به دیدار والدینم اومده بود تا بگه با همه نیات خوبی که برای کمک به اونها داره تحقیق درباره قتل من و چار نوعی توقف شده. هیچ سر نخی برای دنبال کردن وجود نداشت. جنازه هم پیدا نشده بود. جراح مجبور شده بود روی زانوی پدرم جراحی کنه و استخون کشککش رو که خرد شده بود برداره و بخیه بزنه. همین امر حرکت مفصل رو در آینده تا حدودی با مشکل مواجه می کرد. همچنان که عمل رو تماشا می فکر کردم بخیه زدن چقدر شبیه خیاتیه و خوشحال بودم که پدرم در دستان ماهری قرار داشت. چون اگر قرار بود نزد من آورده بشه کارش زار بود. چون من خیاط ناشی بودم تو کلاس خیاطی و کاردستی من ناشی و دست و پا بودم نام ابزارهای خیاطی رو درست نمیدونستم و مدام اونا رو با هم اشتباه میگرفتم اما جراحش آدم شکیبایی بود همچنان که دستهاش رو با ماده ضد عفونی میشست و سترمند میکرد پرستاری ماجرا رو براش تعریف کرد جراح به خاطر آورد که راجع به اون چه به سر من اومده بود در روزنامه ها مطالبی خونده. او همسن پدرم بود و فرزندانی داشت. همچنان که دست کش جراحی رو روی دستانش می کشید دوچار لرزش شد. خودش و اون مرد چقدر شبیه هم بودن و چقدر با هم متفاوت. در اتاق تاریک بیمارستان یک چراغ لولهی فلورسنت درست پشت تخت پدرم به دیوار نصب شده بود و وزوز میکرد. همچنان که سحر فرا رسید اون چراغ تنها نور اتاق رو تشکیل میداد تا اینکه خواهرم به داخل اتاق قدم گذاشت مادر و خواهر و برادرم با صدای آژیر اتومبیل های پلیس از خواب بیدار شده بودن و از اتاق خوابشون به طبقه یه پایین به آشپزخونه تاریک اومده بودن مادرم به لینزی گفت برو پدرتو از خواب بیدار کن باورم نمیشه با این همه سر و صدا خواب مونده باشه و بنابراین خواهرم به طبقه بالا رفت تا پدرم رو که احتمالا در اتاق مطالعهش به خواب رفته بود بیدار کنه. حالا دیگه همه می دونستن کجا باید دنبالش بگردن فقط در عرض شش ماه اون مبل سبز به بستر واقعی او تبدیل شده بود. خواهرم به محض اینکه متوجه غیبت پدرم شد از اون بالا فریاد زد بابا اینجا نیست مامان بابا رفته در لحظه این نادر لینزی به یک کودک حراسون تغییر شکل داده بود. مادرم گفت لعنتی. وکلی گفت مامان. لینزی با عجله باش پس اومد. مادرم رو به اجاق ایستاده بود. همچنان که به طرف اجاق رفت تا کتری رو روی اون بذاره و چای درست کنه گویی پشت او به توده ای از اعصاب مشبک تبدیل شد. لینزی گفت مامان ما باید یک کاری بکنیم مادرم گفت نمی بینی چه گندی وای و ناگهان در حالی که قوطی چای انگلیسی ارگری رو در دست نگه داشته بود از ادامه ی صحبت بازموند چی شده؟ مادرم قوطی چای رو پایین گذاشت شله رو روشن کرد و به طرف خواهرم چرخید او متوجه موضوع شده بود باکلی همچنان که مستربانه انگشت هستش رو میمکید به پای خواهرم تسبیده بود اون دنبال اون مرده رفته و خودش رو به درد سر انداخته لینزی گفت مامان ما هم باید بریم بیرون باید بریم کمکش نه دختر مامان ما باید به بابا کمک کنیم باکلی انقدر انگشتتو نمک برادرم با حالتی مخشوش و وحشت زده زیر گریه زد و خواهرم بازوانش رو پایین برد تا او رو محکمتر به خودش بچسبونه خواهرم به مادرم نگاه کرد مادرم گفت تو همچی کاری نمی کنی. خودش به موقع به خونه برمیگرده ما خودمون رو داخل این ماجرا نمیکنیم لینزی گفت مامان اگه بلایی سرش اومده باشه چی باکلی دست از گریه برداشت و نگاهش از خواهرم به سوی مادرم و برعکس در گردش شد او میدونست که دوچار بلا شدن چه معنایی داره و چه کسی فعلا در خونه نیست و صحبت ها پیرامون کیه مادرم به لینزی نگاه معنیداری کرد دیگه در مورد این موضوع بحث نمی میتونی می بری بالا یا همینجا پیش من بشینی یا صبر کنی انتخاب با خودته لینزی ما تا مبهوت بود او به مادرم خیره شد و فهمید چه کاری رو بیش از هر چیز مایل انجام بده دلش میخواست فرار کنه دلش میخواست از خونه بره و به سوی مزرعی ذرت بدوه جایی که پدرم رفته بود جایی که من بودم ناگهان احساس کرد قلب خانوادش به اونجا رفته اما باکلی با اون تن گرمش کنارش ایستاده بود و به او تکه کرده بود لینزی گفت باکلی بیا برگردیم طبقه بالا تو میتونی تو تخت من بخوابی واتلی کم کم داشت درک می کرد که وقتی خیلی باهات مهربون میشن و هوا تو دارن ممکنه کمی بعدش خبر وحشتناکی بهت برسه بعد از اینکه از سوی پلیس به خونمون تلفن شد مادرم فورا به طرف کمد راه روی جلوی در رفت او در حالی که کت و کلیت های اتومبیل و ماتیکش رو برمی داشت گفت با چوب بیسبال خودمون اونا زده خواهرم بیش از همیشه احساس تنهایی کرد اما احساس مسئولیتش بیشتر شد باکلی رو نمیشد در خونه تنها گذاشت و لینزی هم رانندگی بلد نبود به علاوه رفتن مادر بزرگترین و روشنترین معنا رو داشت آیا جای یک همسر در کنار شوهرش نیست اما وقتی خواهرم تونست با مادر نیت تلفنی تماس بگیره هرچی باشه جار و جنجال در مرزعه ذرت همه همسایه ها را از خواب بیدار کرده بود می دونست چی میخواد بکنه بعد به ساموئل تلفن زد بعد از یک ساعت مادر نیت از راه رسید تا باکلی رو به خونه خودشون ببره و حال هکلر سوار بر موتورسیکلتش جلوی در خونه ما ظاهر شد حتما خیلی هیجان آور بود اینکه برای اولین بار در زندگی سوار موتورسیکلت بشی ترک موتور برادر بزرگتر ساموئل که پسر جذابی بود بشینی و از پشت او رو محکم بگیری اما لینزی در اون لحظه به تنها چیزی که فکر می پدرمون بود. وقتی که لینزی داخل اتاق پدرم در بیمارستان شد مادرم اونجا نبود فقط من و پدر بودیم. لینزی جلو اومد و در سوی دیگه یه تخت او ایستاد و خاموش شروع به گریه کرد. بعد گفت بابا بابا حالت خوبه؟ در بندازه شکافی باز شد. حال هکلر داخل شد مرد جوان قد بلند و خوش با موهای پرپشت حال گفت لینزی من بیرون در قسمت ملاقات کنند منتظرت میمونم تا اگر خواستی تو رو به خونه برگردونم موقعی که لینزی به سوی او برگشت حال اشک رو در چشمانش دید ممنون حال اگر مادرم رو دیدی به اون میگم که تو اینجایی خیالت راحت باشه لینزی دست پدرم رو گرفت و صورتش رو برای مشاهده ی حرکت یا واکنشی تماشا کرد. خواهرم مقابل چشمان من بزرگ و بالغ می شد. به او گوش سپردم و شعری رو که پدرمون قبل از به دنیا اومدن کلی برای ما می خوند نجوا می کرد. سنگ ها و استخان ها، برف و یخبندان، دانه ها و لوبیا ها و بچه راهها ها، راه ها و ترکه ها، بوسه های جورا جور، ما همه میدونیم دل بابا برای کی تنگ میشه برای اون دوتا دختر قورباغه کوچیکش برای اون دوتا قورباغه ها میدونن دخترها کجان تو میدونی تو میدونی کاش لبخندی بر چهره پدرم ظاهر میشد و گوشه های لبش رو بالا می بود. اما او به خواب عمیقی فرو رفته بود با داروی مسکن و کابوس و رویای بیداری دست به گریبان بود برای مدتی وزنهای سربی به توسط داروی بیهوشی به چهار گوشه هوشیاری او بسته شده بود. مثل یک پوشش سخت مومی چنان او رو در بر گرفته بود که در اون ساعات بدیوم دیگه پدرم نه دختر مرده داشت نه زانوی خورد شده و نه دختر شیرینی در کنار تختش که براش زیر لب شعر بخونه. فرانی به من گفت وقتی که مرده ها کارشون با زنده ها تموم شد زنده ها میتونن دنبال کارای دیگه شون برن پرسیدم پس تکلیف مرده ها چی میشه ما کجا میریم او به من پاسخی نداد لن فنرمن به محض اینکه پیغام رو دریافت کرد با عجله راهی بیمارستان شد پیغام دهنده گفت که ابیگل سالمون از کاراگاه فنرمن تقاضا کرده فورا خودش رو به بیمارستان برسونه پدرم زیر عمل جراحی بود و مادرم نزدیک جایگاه پرستارا قدم میزد و جلو عقب میرفت او سوار بر اتومبیل در حالی که بارونیش رو روی لباس خواب نازک تابستونیش پوشیده بود به سوی بیمارستان رونده بود کفش های تخت و راحتش رو که با اونها در حیات قدم میزد به پاداش فرصت نکرده بود موهاش و پشت سرش ببنده و کشمویی مویم در جیب کت یا کیفش نداشت در محوطه پارکینگ تاریک و مهالود توقف کرده بود تا صورتش رو در آینه نگاه کنه و با دست ماتی که قرمز رنگی روش سالها بدون استفاده مونده بود به لباش بماله. موقعی که لن رو دید که از انتهای راه روی سفید طولانی به سوش میومد، احساس آرامش کرد. وقتی که لن نزدیکتر شد گفت ابیگل مادرم گفت اوه لن چهرهش حالتی حیران پیدا کرده بود. مونده بود که دیگه چی بگه گفتن اون نام مثل آهی بود که مادرم نیاز داشت تا سینش آروم بگیره. سایر احساساتش رو به صورت کلمات ادا نکرد. وقتی که لن و مادرم دست همو گرفتن، پرستارایی که در جایگاه پشت میز نشسته بودن، سرشون رو به سوی همدیگه برگردوندن و به هم نگاه کردند. اونا بنا به ضرورت حرفه خودشون عادت داشتن بین خودشون و ملاقات کننده ها یه پرده ای پی افکنن و حریم خصوصی رو رعایت کنن مزالک به خوبی متوجه شدن که اون مرد برای اون زن خیلی گرامی و با ارزشه لن گفت بریم در قسمت ملاقات کننده ها صحبت کنیم و مادرم را به سمت پایین راه رو هدایت کرد همچنان که قدم می زدن مادرم به لن گفت که پدرم تحت عمل جراحی لنم برای مادرم اتفاقی رو که در مزرعه زورت افتاده بود نخ کرد از قرار جک گفته که فکر کرده اون دختر جورج هارویه مادرم با شنیدن این حرف درست بیرون قسمت ملاقات کننده ها از حرکت ایستاد با ناباوری گفت اون فکر کرده کلاریسا جورج هارویه؟ ابیگل در واقع هوا اون بیرون تاریک بوده فکر میکنم اون فقط نور چرا قوه دختر رو دیره مثل اینکه که دیدار امروز من و صحبت های من با اون کمک چندانی نکرده اون کاملا اعتقاد داره که حرفی در این جنایت دست داشته حالا که لاریسا خوبه؟ او از بابت خراشدگی های پوستی روی بدنش تحت درمانه و بعدا مرخص شد دخترک حالت جنون پیدا کرده بود گریه میکرد و فریاد میکشید این یه اتفاق وحشتناکه اون دوست سوزی هم بوده حال در گوشه تاریکتر قسمت ملاقات کننده ها روی نیمکت چرمی نشسته بود و چرت میزد کلاه کاسکتی رو که برای ایمنی لینزی با خودش ورده رو بود روی پاش گذاشته بود موقعی که صدای صحبت دو نفر رو که به طرفش می اومدن شنید در جاش تکون خورد و حواسش جمع شد اون دو مادر من و یک مامور پلیس بودن او بیشتر در نیمکت فرو رفت و گذاشت موی بلندش که اندازه ای تا شونه هاش داشت صورتش رو بپوشونه و نگهش داره کاملا مطمئن بود که مادرم او رو به خاطر نمیاره اما مادرم کت او رو که گهگاه ساموئل به تن میکرد شناخت و برای لحظه ای فکر کرد ساموئل اونجاست اما بعد فکر کرد برادرشه لن در حالی که به صندلی های ای که به هم وصل شده بودند در اون سوی اتاق اشاره میکرد گفت بیا بشینیم مادرم گفت من ترجیح میدم راه برم دکتر گفت حداقل یه ساعت طول میکشه تا بتونن درباره نتیجه عمل چیزی به ما بگن خب به کدوم سمت بریم سیگار داری؟ لن در حالی که تبسم گناه هالودی به لب آورد گفت البته که دارم او باید به چشمای ابیگل نگاه میکرد تا چیزی از اونها بفهمه چشمان ابیگل به سوی او نمینگریست و متمرکز نبود به نظر میرسید صاحبشون به چیز دیگه ای فکر میکنه و یه لحظه لن آرزو کرد که کاش میتونست دست دراز کنه و اونها رو لمس کنه و به این سمت و به زمان حال معطوف کنه یا کاری کنه که اون چشما به او نگاه کنن لن گفت پس بزار راه خروج رو پیدا کنیم اونا دری رو که به یه بالکن سیمانی کوچیک نزدیک اتاق پدرم منتهی می شد پیدا کردن. اونجا یه بالکن مخصوص انجام خدمات برای یه واحد حرارتی بود. بنابراین گرچه تنگ و اندکی سرد بود، سر و صدا و حرکات متساعد شده از روله های آب در حال وزوز در کنارشون اونها رو در محفظه محصور کرد که جدا از جهان اطراف باشند. اونا سیگار میکشیدن و به هم نگاه میکردن مثل اینکه ناگهان و بدون آمادگی به دنیای تازه ای انتقال پیدا کردن به جایی که در تنگ نابودن از اهمیت خاصی برخوردار بود مادرم پرسید زنت چطور مرد؟ خودکشی کرد موهای مادرم در صورتش ریخته بود و با مشاهده او من به یاد کلاریسا در لحظاتی که از جذابیت خودش کاملا مطمئن بود افتادم یاد رفتاری افتادم که موقعی که به گردش در بازارهای سرپوشیده میرفتیم با پسرا داشت کلاریسا زیادی میخندید و نگاه چشمانش رو که برق شیطنت در میدرخشید به او دوخت تا ببینه به چه سمتی نگاه میکنند امالن همچنان با حیرت به لبهای قرمز مادرم می در حالی که سیگار را بالا می برد و با لباش تماس می داد و بعد از لباش دور می کرد و دود از دهنش بلند می شد. من این شکل مادرم رو قبلا فقط یه بار دیده بودم. در اون عکس این مادر هرگز ما رو به عنوان فرزندانش نمی شناخت. چرا خودشو کشت؟ خب وقتی که فکرم به چیزایی مثل ماجرای قتل دختر تو مشغول نیست این سوالیه که بیشتر از ذهنم خودم رو مشغول میکنه تبسم عجیبی بر لبای مادرم ظاهر شد گفت این حرف رو دوباره بگو کدوم حرف رو لن به تبسم به او نگاه کرد میخواست دست دراز کنه و گوشه های تبسمش رو با نوک انگشتش ردیابی کنه مادرم گفت ماجرای قتل دخترم ابیگل حالت خوب نیست هیچ کس در این خصوص این طور سخن نمیگه هیچ کس در همسایگی ما راجبش بهش حرف نمیزنه مردم واقعه رو مصیبت و وحشتناک یا یه چیزی شبیه این می نومن. من فقط دلم میخواد یه نفر با صدای بلند و با سراحت در برش حرف بزنه با صدای بلند اعلام کنه من آمادم قبلا آماده نبودم مادرم سیگارش رو روی زمین سیمانی انداخت و گذاشت همونطور به سوزه. او صورت لن رو در میون دستاش گرفت گفت دوباره بگو. ماجرای قتل دخترت. ممنونم. و من دیدم که از دهن سرخ و تخت از میون خطی نامرعی که او رو از بقیه جهان جدا می کرد عبور کرد. او لن رو به سوی خودش کشید و آهسته بوسید لن ابتدا مردد بود عضلاتش منقبض و کشیده بود به او گفت نه اما نه یه نه تیر و تار و شد و به هوایی مبدل شد که به داخل هواکشه لولههای لوله های آب پر سر و صدای کنارشون مکیده میشد. مادرم دستش رو بالا آورد و دکمه های بارونی خودشو باز کرد. لن دستش رو روی پارچه نازک لباس خواب تابستونی عبیگل گذاشت. مادرم در نیازی که داشت مقاومت ناپذیر بود. من در بچگی تاثیر او رو روی مردا مشاهده کرده بودم. وقتی که به فروشگاه های خاربار می رفتیم، فروشنده ها اقلامی رو که او در فهرستش ذکر کرده بود با خوشنودی براش پیدا و آماده می کردن و همه اجناسی رو که خریده بودیم برای کمک به ما تا اتومبیلمون می آوردن و دو صندوق می زشتن. مثل وانا سینگ مادرم به عنوان یکی از زیباترین مادرها در بین همسایه ها شناخته شده بود. هر مردی به او برمیخورد نمیتونست بهش لبخند نزنه. موقعی که مادرم سوالی پرسید، قلب مردا تندتر میتبید و با علاقه جوابشو میدادند. اما هنوز تنها پدرم بود که باعث می شد صدای خنده های او در اتاق های خونمون تنین انداز شه و تنها او میتونست اوضاع رو طوری رو به راه کنه که مادرم بتونه احساساتش رو بروز بده و خودش رو خالی کنه. با اضافه کاری در اینجا و اونجا کار حتی در موقع صرف نهار وقتی که ما کوچیک بودیم پدرم تونسته بود برنامهش رو طوری تنظیم کنه که آخر هفته ها زود از سر کار برگرده. اما در حالی که آخر هفته ها اوقاتی بود که به خانواده اختصاص داشت پدر و مادرم اون رو وقت مامان و بابا می نامیدن. من و لینزی اون رو روز دختر خوب تلقی می کردیم و این به این معنا بود که با کوچکترین سر و صدایی نباید آرامش خونه رو به هم زد. اون موقع از اتاق نشیمن پدرم که احساس کمی داشت به عنوان اتاق بازیمون استفاده می کردیم. مادرم حوالی ساعت دو پیش ما می اومد تا مادمون کنه. با آواز می گفت وقت همومه. طوری این جمله رو ادا می کرد مثل اینکه که می گه برای بازی میریم بیرون و در آغاز احساس ما هم همین بود. هر سمون با عجله به اتاقامون میدویدیم و رکت شام هموممونو می پوشیدیم. هم دیگر رو در راه روی طبقه بالا ملاقات می کردیم. سه دختر، و مادرم دست ما دو نفر رو میگرفت و ما رو به سوی همومه صورتی بچه ها راه میکرد. در اون روزگارا او درباره یه ها که در دانشکده راجب به اونا چیزایی خونده بود صحبت میکرد. دوست داشت داستانایی درباره پرسفون و زهوس برامون بکه. برامون کتاب های مصوری درباره خدایان اسکاندیناویایی می خرید که باعث اسمی شد شبا کابوس ببینیم. او دانشنامش رو در رشته ادبیات انگلیسی گرفته بود. با چنگ و دندون با مادر بزرگ لینگ جنگیده بود تا به اون دانشکده که در فاصله دور از شهرشون قرار داشت بره و هنوز این فکر به شکل گنگی در سرش بود که هنگامی که ما دو نفر به اندازه کافی بزرگ شدیم او سرانجام به تدریس می پردازه. از اون همون رفتنا و همه اون رب و نوهای مرد و زن خاطری مبهم در ذهنم مونده. اما اون چه بهتر از همه به خاطر دارم اینه که هنگامی که به او مینگریستم می‌دیدم مادرم هنگام تعریف اون داستانا چه حالتی پیدا می کنه؟ زندگی رو چطور می خواست؟ و یه و نومیدی حاصل از برآورده نشدن آرزوهاش چطور وجودش را در بر می گرفت؟ من به عنوان فرزند ارشدش فکر می کردم این منم که همه آرزوها و آمالش رو به باد داده. مادرم نخست لینزی رو بغل می کرد و از داخل وان بیرون می برد خشکش میکرد و به وراجی های او که راجع به همه چیز از اردک ها گرفته تا خراشیدگی های دست و پاش حرف میزد گوش میداد. بعد منو از همون بیرون می آورد و گرچه من سعی می کردم ساکت باشم اما آب گرم هوش از سرم می برد و ما با مادرمون درباره هر چیزی که برامون مهم بود حرف میزدیم. راجع به پسرهایی که سر به سرمون میذارن یا خانواده دیگه ای که در پایین محله سگ خریده و چرا ما نمیتونستیم یه دونه داشته باشیم مادرم با حالتی جدی به حرفهای ما گوش میداد انگار در ذهنش دستور عملهای ما رو روی یک دسته الحاق از تند نویسی میکرد تا بعدها به اونها رجوع کنه مادرم در پایان اینطوری جمع بندی میکرد بسیار خوب اول به کارهای مهمتر میرسیم که یعنی یه چرت کوچولو برای شما دو نفر. من و مادرم لینزی رو در ملافه و پتولوله می کردیم. همچنان که مادرم پیشونی خواهرم رو می بوسید و موهاش رو با ملاطفت از صورتش کنار می زد. من کنار تخت می استادم. فکر می کنم رقابت از همونجا برای من شروع شد. چه کسی بوسه بهتر رو می گره و بعد از همون مدت بیشتری رو با مامان می دزرونه. خوشبختانه من همیشه در این رقابت برنده بودم. حالا که به گذشته نگاه می کنم می بینم که مادرم بعد از نقل مکان به این خونه سریعا تنها شد و به دلیل اون که من بزرگترین بچش بودم به نزدیکترین دوست او مبدل شدم. من کوچکتر از اون بودم که بدونم اون واقعا چی میگه اما دوست داشتم توسط او به سکوت و داشته بشم و آهسته با لالایی نرم و ملایم سخنانش به خواب برم. یکی از خوبی های بهشت من اینه که میتونم به اون لحظات برگردم دوباره اونا رو زندگی کنم و به روشی با مادرم باشم که به احتمال زیاد دیگه هرگز نمیتونستم. دستم رو دراز میکنم و از اون مرز حائل میون بهشت به و زمین عبور میدم و دست اون مادر تنها و جوون رو میگیرم. آنچه او درباره هلن تو به یک بچه چهار ساله می گفت این بود زنی پر انرژی و پرخاشگر که همه چیز را خراب کرد درباره مارگارت سنگر می گفت او با توجه به ظاهرش مورد قضاوت قرار گرفت سوزی و از اونجا که شبیه موش به نظر می رسید هیچ کس توقع نداشت که او در یادها باقی بمونه. درباره گلوریا استایم می گفت خیلی براش متاسفم اما کاش نخوناش کوتاه مرتب می راجب همسایه ها می گفت، احمقی که شلوار تنگ و چسبون میپوشه زنی که همواره توسط اون شوهر خشک مقدسش سرکوب میشه. آدم دهاتی و امول که به خودش اجازه میده درباره هر کس قضاوت کنه یه روز پنجشنبه شنبه با گیجی از من پرسید میدونی پرسوفون کی بود؟ اما من پاسخی ندادم و موقع آموخته بودم وقتی که اون منو به اتاق میبره ساکت باشم وقت صحبت من و خواهرم در همون و هنگامی که او ما رو با حوله خوش میکرد من و لینزی میتونستیم درباره هر چیزی صحبت کنیم اما در اتاق خوابم وقت صحبت مامان بود او حوله رو از تنم باز کرد و اون رو روی دسته دوکی شکل تختم که چهار تیر برای اون قرار داده شده بود تا پشه بند بهش آویزون بشه گذاشت گفت خانم تارکینگ رو در نقش پرسفان مجسم کن اون کشای و بیرون کشید و باز کرد و لباس زیرم و به دستم داد همیشه لباسامو یکی یکی از کشو بیرون میکشید و به دستم میداد نمیخواست منو برای لباس پوشیدنم حول کنه او نیازهای منو از همون اوایل درک کرده بود اگر میدونستم که خودم باید بند کفشم و گره بزنم محال بود بتونم پاهامو تو جوراب بکنم او یک جامعه سپید بلند به تن داره مثل ملافه که روی شونه آویخته است اما جنسش از پارچه براق و زیبا و سبکیه یه پارچه مثل ابریشم اون صندلای طلایی به پا میکنه و مثل مشعل هایی که در اونها آتش افروخته است احاطه شده مادرم به سوی کشم رفت تا یه زیر برام در بیاره اما به جای اینکه زیر پیراهنی رو دستم بده تا خودم تن کنم با حواس اونو روی سرم گذاشت به محض اینکه چنین کاری میکرد میتونستم از موقعیت بهره بگیرم و دوباره یه بچه کوچولو باشم هرگز اعتراض نمیکردم و مدعی نمیشدم که بزرگ شدم یا یه دختر بزرگ هستم اون بعد از ظهرها وقت گوش دادن به مادر وقت اسرارآمیزم بود مادرم رو تختی حوله زخیم رو کنار زد و منو با عجله به قسمت دورتر تخت که چسبیده به دیوار قرار داشت آورد. اون همیشه در اون لحظه ساعتش رو نگاه میکرد و بعد میگفت فقط چند دقیقه پیشت میمونم باشه؟ و بعد کفشاش رو از پشت می آورد و لایه ملافه میخزید تا کنارم باشه. برای هر دوی ما این به معنای گم شدن و غرق شدن بود. مادرم تو داستاناش غرق میشد من در حرف زدنش. او به من درباره دیمیتر مادر پرسفونی یا کیوپید یا سایک می گفت و من به حرفاش گوش می کردم تا اینکه به خواب می رفتم. بعضی وقتا صدای خنده والدینم در اتاق خواب مجاور یا صداشون در حالی که اواخر بعد از ظهر به هم عشق می منو از خواب بیدار می کرد. من اونجا نیمه خواب دراز میکشیدم و گوش میدادم دوست داشتم نمود کنم که در پناه یک کشتی در امان هستم کشتی مربوط به یکی از اون داستانهایی که پدرم برای ما میخوند و تصور میکردم همه ما روی اقیانوسی قرار داریم و موجهای اقیانوس به ملایمت بالا میغلتن و به بدن یک کشتی میخورن صدای خنده و ناله های کوتاه خفه منو دوباره به خواب میبرد اما بعد گریز مادرم بازگشته نه چندان سنجیده او به دنیای خارج موقعی که من ده ساله بودم و لینسی نه ساله بود با مشکل مواجه شد او یک قاعدگی را عقب انداخته بود و با اتومبیل به دیداری سرنوشت ملاقات با دکترش رفت در ورای لبخندها و ابراز تعجبهایی که در مواجهه با من و خواهرم از او سر میزد شکاف عمیقی نهفته بود که تا عمق وجودش امتداد داشت اما به دلیل اینکه دلم نمیخواست به دلیل اینکه کودکی بیشت نبودم برگزیدم که به اون حالت ظاهری اعتماد کنم من اون لبخند رو مثل جایزه ای گرفتم و وارد سرزمین عجایبی شدم که در اون از خودم میپرسیدم آیا خواهر یا برادر کوچولو خواهم داشت؟ اگر توجه کافی مبذول کرده بودم متوجه علایه می شدم حالا تغییر جهت رو متوجه میشم. و می بینم چطور کپه کتاب های روی میز کنار تخت والدینم از کتاب های راه نمای مربوط به کالج های محلی دائرت المعارف های استور شناسی رومان های به قلم جیمز، الیوت و دیکنز به آثار دکتر اسپاک تغییر پیدا کرده بعد کتاب های باغبونی آشپزی روی میز کنار تخت مادرم پیدا شد تا اینکه در روز سالگرد تولدش دو ماه پیش از اینکه به قتل برسم فکر کردم بهترین هدیه برای او راهنمای بهترین تزین کردن خونه و باغچه است هنگامی که مادرم متوجه شد برای بار سوم حامل است اون مادر اسرارآمیزتر در, در درونش حبس شد روحی که برای سالها در پشت اون دیوار محبوس شده بود اون بخش نیاز بند او که نیاز به رشد داشت و ملاقات با لن باعث شد حرس بیرون ریختن و شکستن و نابود کردن و برانداختن بر او مستولی بشه بدنش انان رو به دست گرفته بود و پیش میرفت و در بیداریش تنها وجودش از هم پاشیده بود شاهد ماجرا بودن برام کار آسونی نبود اما به تماشا نشستم عشق ورزی بار اول اونها عجولانه کورمال و پرشور بود لن گفت آبیگل دستانش رو دور کمل او حلقه کرد خوب فکر کن داری چی کار میکنی مادرم گفت من از فکر کردن خستم موهای مادرم به داخل هواکش که در کنار ونها کار میکرد کشیده میشد و مثل حاله نوری بر بالای سرش در احتزاز بود لن همونطور که به او نگاه میکرد پلک زد زنی جاباور خطرناک و وحشی لن گفت اما شوهرت مادرم گفت فراموشش کن خواهش میکنم فراموشش کن من شاهد التماس مادرم برای آسانگیری و نرمش بودم مادرم به طور جسمی در زمان حرکت میکرد تا از من فرار کنه نمیتونستم صد راهش بشم لن پاش رو بست مادرم در گوشش نجوا کرد و من میدونستم چه اتفاقی افتاده خشم مادرم اندوه از دست دادن فرزند دل سردیش کل یک حیات از دست رفته زندگیش نابود شده بود انحنا پیدا کرده بود و در آستانه سقوط بود اندوه مرگ من همچون بغزی در گلوش گیر کرده بود امکان نفس کشیدن و ازش می گرفت مادرم به لن نیاز داشت تا دختر مرده رو از هستیش برونه همچنان که در کنار هم بودند لن مادرم رو به دیوار گچی پشتش و عقب هل داد و مادرم بی حرکت بود. مثل اینکه در اون سوی جسم لن ممکن بود حیاتی تازه وجود داشته باشه در راه بازگشتم از مدرسه راهنمایی به خونه بعضی وقتا در حاشیه یه ملکمون توقف می و مادرم و که سوار ماشین چمنزنی بود و حلقه وار در میون درخت کاج حرکت می میکرد، تماشا می کردم. اون موقع می به خاطر بیارم که چطور مادرم عادت داشت صبحها همچنان که چای درست می سوت بزنه و چطور پدرم روزای پنجشنبه با عجله به خونه میومد و براش گلاگ ژوروا می آورد. و صورت مادرم از خوشحالی نورانی می شد و میدرخشید. درخشید. اونا عمیقا و هر یک به شیوه خود کاملا عاشق هم بودن. مادرم میتونست بدون فرزندانش این عشق را احیا کنه اما با وجود اونا اون کم کم سرگردون و بی هدف شد. این پدرم بود که همچنان که سالها می به ما نزدیک تر می شد و این مادرم بود که از ما دور میشد. در کنار تخت خواب پدرم در بیمارستان لینزی در حالی که دست پدرم رو گرفته بود به خواب رفت. مادرم با سر و نامرتب از مقابل حال که در قسمت ملاقات کننده ها نشسته بود گذشت و لحظه ای بعد لن از برابرش عبور کرد. حال به چیزی بیش از این نیاز داشت تا ماجرا رو بفهمه. او کلاه موتور سواریش رو برداشت و به سمت پایین راه رو رفت. بعد از گذروندن مدت کوتاهی در دستشویی مادرم به سمت اتاق پدرم حرکت کرد اما در اون لحظه حال متوقفش کرد حال خطاب به او گفت خانم سالمون دخترتون اونجاست مادرم برگشت حال گفت سلام حال هکلر هستم برادر ساموئل من در مراسم یاد بودم شرکت داشتم اوه بله متاسفم نشناختمت حال گفت خواهش میکنم اصلا اشکالی نداره مکسی نامناسب برقرار شد در واقع لینزی به من تلفن زد و من یه ساعت قبل اون به اینجا آوردن ای وای حال گفت با هم پیش همسایتونه آها مادرم به او خیره بود از طریق چشمهاش از عمق به سعد سعود میکرد از جهره حال برای سعود و بازگشت به وزادی بهره میگرفت حالتون خوبه؟ یکم عصبی هم قابل درکه مگه نه حال آهسته سخن میگفت بله بله من فقط میخواستم بدونین که دخترتون اونجا پیش شوهرتونه من در قسمت ملاقات کننده ها میمونم تا اگه نیاز داشتین در خدمتتون باشم مادرم گفت ممنونم ازت او حال رو تماشا کرد که برگشت و ازش دور شد مادرم برای لحظه ای مکس کرد تا به صدای پاشنهای های فرسوده چکمه های او همچنان که گام بر می داشت گوش کنه صدایی که روی سنگ فرش راه تنین می و در گوش می پیچید بعد به خودش مسلط شد تکونی خورد و به جایی که بود برگشت هرگز برای لحظه ای حدس نزد که حال در سلام کردن به او هدفی داشته داخل اتاق هوا تاریک بود نور لامپ محتابی پشت پدرم اونقدر کم سو بود که تنها آشکار ترین اشکال اتاق رو روشن میکرد. خواهرم روی یه صندلی که نزدیک تخت آورده بود نشسته بود سرش رو روی لبه یه تخت گذاشته و دستش رو دراز کرده بود تا دست پدرم رو لمس کنه پدرم که عمیقا در خواب بود به پشت دراز کشیده بود مادرم به یقین نمیدونست که من اونجا با اونا بودم نمیدونست که هر چهار نفرمون نسبت به اون روزگارانی که من لینزی رو در رخت خواب جا میداد و میرفت تا به شوهرش پدرم عشق به ورزه چقدر دستخوش تغییر شدیم حالا مادرم و تکه تکه می دیدم. او میدید که خواهر و پدرم با هم به تکهی مبدل شدن. او خوشحال بود. من همچنان که بزرگ می شدم با مادرم قایم موشک بازی می کردم. با تملق خواهان توجه و تاییدش می شدم در حالی که هرگز مجبور نبودم با پدرم چنین کاری کنم. اما دیگه مجبور به قایم مشک بازی نبودم همچنان که مادرم در اتاق تاریک ایستاده بود و خواهر و پدرم رو تماشا می کرد. من یکی از معانی بهشت رو درک کردم. انتخابی پیش رو داشتم و این تقسیم کردن اعضای خانوادم در قلبم نبود. شبا دیر وقت فضای بالای بیمارستان و خونه های پیر اغلب پر از ازدهام روحها که به سرعت و هر سو حرکت می کردن بود من و هولی بعضی شبا که بیخوابی به سر ما به تماشا می شستیم. ما به این نکته پی بردیم که گویا مرگ در افراد و رقص ارواح اونها از جایی در ماورا برنامه ریزی می شه. از سوی بهشت ما که نبود کم کم زن بردیم که مکانی فراگیرتر و گسترده تر از جایی که ما هستیم هم وجود داره. فرانی در آغاز همراه ما به تماشا مشغول می شود. او اعتراف کرد. این یکی از لذات من در خفاست. بعد از گذشت همه این سالها من هنوز دوست دارم روحا رو که در فضا شناور میشن و به صورت توده به چرخش در میان تماشا کنم. همه اونا یه دفعه فریاد میکشن و به درگاه خدا استقاسه میکنن. من برای نخستین بار گفتم من که چیزی نمی بینم. فرانی گفت خوب نگاه کن و ساکت شو. اما قبل از اینکه اونا رو ببینم احساسشون کردم. احساس جرقه های گرم و کوچیک در امتداد بازوانم. بعد اونا رو دیدم کرمای شب تابی که فضا رو با نور خودشون روشن میکردن و همچنان که کالبد انسانی رو ترک میکردن جیغ کشان و گردشکنان در فضا گسترش میافتن فرانی گفت اونا مثل دونه های برفن هیچ کدوم هم شبیه نیستن و با وجود این هر کدوم از نظر ما انگار دقیقا مثل اون یکی هست.